An inscription tells of life on our small blue planet. The voyagers also carry the sound of human life. Hellos in 60 languages and music. Mozart's Magic Flute and Chuck Berry's Johnny B. Goode. خانمم، هستی اومد؟ نه. حالا چی؟ اومد؟ نه هنوز، خودت بیا ببین چی به چیه. اجازه بده. چی شد خانم اومد؟ این که همون تصاویره. میگم حالا این همه پول دادی به این آقا، یه وقت سرت کلون جلو بچه ها خانم این حرفا. نگران نباشید قربان، تشریف بیارید پایین، این تصاویر همون تصاویر قبلیه. یالا بفرمایید. یالا بفرم. آه این چیه پس؟ کانال هم که تنظیم نکردین که. قربان من که نمیتونم کانال ها چجوری تنظیم شد. شبکه 3 سلام ها بزنیم رو ایوی اینا. آها ایوی بعد. این هنر پیشه آخه. کدوم هنر پیشه؟ بابا همون که تو سریاله میدیدیم. آره با این عوض میشه. 900 تا کانال میگیره این آینه. 900 تا کانال؟ ما 5 تا کانال داشتیم، همش سرش جنگ و دعوا بود. حالا برسه به 900 تا کانال. بسن کانال 900 با. حالا 900 تاش هم که البته به درد نمیخوره. بعد اون کانالی که دوست داری مرتب کنیم، بچینین کنار هم. بهتون میگم چه جوری. اول کارتونا رو بیا. نه اول فیلم ها رو. قربان این کانالای این چیزش و اینا. قفل میذارم براش که بچه‌ها نتونن بیارنش. قفل گذاشتید، کلیدش هم بدید خودم. کلید که نداره برادر من، رمزه. رمز میذارم. خیلی خوب، اینم کانالا مرتب خدمت شما. امری با بنده ندارین؟ گفتیم یه کانتین بیارن از اوکلاهاما برامون که ایشون خیلی هم احتیاج زیاده. خانم این پسره یا دختر؟ اون کنترول رو بده به من. بچه همینجا خوب، همینجا خوب. از این کلاها نمیذاری سرتون شما بزنی کجا بوده؟ ما سرتون بیکنم. آه میخوام بگم که امشب این شب قشنگ، این عید پاک، این نیو دی یا عید نوروز، این عید خجسته، میخوام که استاد ما رو برن به اون تهرون قدیم، تهرون قدیم قشنگ و اینا. لاله‌زار شما هم همراهی کنید استاد. من با اجازه یک شعر رو آماده کردم، اگر دوست داشته باشیم من براتون بخونم. دیشب اومدم خونتون نبودی، راستشو بگو کجا رفته بودی؟ یادم قول دادی پیشم بمونی، هی باسم عذر بهونه نیاری. راستشو بگو کجا رفته بودی؟ دروغ نگو، دروغ نگو، تو رو به خدا گولم بکن. به میگن پشت سرت از مرد و زن دیده ان لب رود، توی جاج رود همه جا رقبا رو تو با تو دیده بودن. very nice. استاد واقعا کارشون قشنگ، واقعا very beautiful اینا، خیلی کارشون قشنگ. مرسی عزیزم. من واقعا میخوام بگم که این موسیقی، این آهنگ، این ملودی، این منو برد به تهران قدیم. مرسی عزیزم. لاله‌زار و باقالیاش و لبوهاش و اینا. نازی خانم شما ساکتی چیزی حرفی؟ من هم دقیقا یاد خونه قدیممون افتادم تو تهران، کوچه درختی. البته ما کوچه بالایی بودیم. احسن. خب منوس خانم شما هدیه ای چیزی برای دوستان عیده و اینا؟ بله، هدیه بزرگترین و بهترین هدیه ای که من الان دارم محصولات بهداشتی و آرایشی سلامت هستش. بله این لوازم آرایش ایزو و قابل تایید در کلیه سازمان های بهداشتی جهان. بله استاد، یادم شما اون موقع تو تهرون، تهرونی های قدیم، ایرونی های عزیز، دوستتون داریم. یادتون بخیر. ارزم حضورت یه دوستی داشته که ترانهاتون رو با ایشون اجرا میکردی، ایشون الان کجا هم صحبتی چیزی هست؟ خدا رحمتش کنه. آخه فوت کردن. بله یه چند مدتیه که فوت کردن. آخه ایوان یادم هست
که یه شب دور هم نشسته بودیم، وسایل لهو و لعب هم همه جوره بود، همه رقم من قلم یه حال جزئیات نشه، یه حالش بد شد با کله رفت تو من قلم که بیوتفا حالا من میخوام به خاطر این که این خاطره خوب از ذهن تماشاگر رو بیانه و ایرونی های عزیز مخلصتونم در رن یه خاطره بدم به ما بگید از ایشون. یه شب هم همه این بساطا بود، باز منقلم بود، باز یه شب دیگه بود منقلم بود، لحب و لحب همه رقم بود. استاد حالش خیلی بد شد دوست من، با کله رفت تو منقل، من دیدم داره میره بیشتر حالش. یکی از دوستام ایمیل کرده گفته من هیچ به ازدواج موفق اعتقاد ندارم. چرا نداری عزیزم؟ من خودم 4 ازدواج موفق داشتم، 4. نذار این چیزای پوچو تو مغزتون بکنن. یه خط میگیریم. رو ایر هستیم، بفرمایید. برنامه عشق و عاشقی؟ بله عزیزم، بفرمایید. میبخشید خانم دکتر، من یه چند ماهی اسم کارم رابطه‌ام با شوهرم خیلی سرد شده، اصلا دیر میاد خونه، حوصله حرف زدن با منو نداره، چند ساله که با من نمیاد، چند اصلا ابراز علاقه کردن یادش رفته، یه شاخه گل واسه من نمیخره. عزیزم گوش کن، با عزیزم گوش کن، با تلویزیون تو کم کن، با من صحبت کن، با تلفن صحبت کن، ببینم چند ساله ازدواج کرد. واقعا من نمیدونم چرا اینجوری شده، من میترسم زندگیمو از دست بدم. بابا جون یه دقیقه زر نزن ببین من چی میگم. میگم چند ساله که ازدواج کردین؟ 8. چند سالت بود ازدواج کردی؟ من 19، الان 27. 19 ازدواج کردی؟ بله بله. خب خیلی غلط کردی. بله؟ بله بله. 19 موقع ازدواجه؟ تو الان اندازه گاو نمیفهمی، چه برسه اون موقع. اون موقع موقع ازدواج بود؟ آخه خانم دکتر من عاشق شدم. برو بابا. خانم دکتر من عاشق شدم. من میدونم اشتباه کردم، خب همه اشتباه خیلی میکنم. خب بابا خفه شو، گوش کن ببین چی میگم. فردا میری تقاضای طلاق میدی، مهریت هم میذاری اجرا، اگه بچه مچم داری میندازی سر شوهرت، میری خونه ننت، نصف عمرتو که به خریت گذروندی، اقلا بقیهش رو خوب زندگی کن. بسی کنه یه بار دیگه به شما سوالو میگم، شما زنگ بزنید جوابو به ما بدید. کلمه ای که با پ و دال شروع میشه، منتظر تلفناتون هستیم، همین الان زنگ بزنید. سلام، بفرمایید. ما خیلی شما رو دوست داریم. منم همینطور قربونتون برم. دخترا میگن به آقا میمی بگو یه چرخ برنامه بزنی، یه چرخ میزنی؟ چرخ؟ پدال نمیشه؟ پدال؟ پدالم نمیشه. جون دلم بفرمایی. آقا میمی گل، جون دلم، آقا ما عاشق خودتو برامتی، قربونتون برم منم همینطور. هر شب با رفقا دور هم جمع میشه برامت رو نگاه میکنی. بگو جوابو عزیزم. پدر سوخته. پدر سوخته هم نمیشه. آقا میمی، جون دلم، یه چند هم اسمو میزنی؟ بله. پدر سگ، جون دلم، پدر سگ، نه
عزیز من، پدر سگم نمیشه. ببینید تکراری جواب ندید. پدر سگو خیلی ها زنگ زدن گفتن و یه چیز جدید، یه کلمه جدید بگی. همه برات خواب دیدم، تو میبینن از حال میرم، پسرات محلم الا میمی؟ جون میمی بگو جوابو. میمی جون منم فیفی. فیفی؟ فیفی تهرون. یادم نمیاد بگو جوابو. پارک دانشجو. نه 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 یادم نمیاد. پارک دانشجو میمی و فیفی بازی میکنن خیلی قشنگ. سرسال بازی. نه عزیز من جوابو بگو. بی پدر مادر رو ببینم. نه نه بی پدر مادرم نمیشه عزیزم. سوسی مانکن مانکن سوسی مخته مخته علیش مش بله رو بگونه پدر سوخته حتی قد دارو یه خونه یه دوب نکسه تو جارنه عروسی و نازی بالا بیا با کماما بازی یالا با من سمون سه بفیبه بیخوندی و اطرافیان تشویقت میکردن ولی پدر و مادر مخالف بودن. چرا؟ خب میدونی پدر مادر من اکثر فامیلی من دکتر مهندسن و خب خیلی طبیعیه که مخالفت کنن. ددی خیلی مخالف بود. آف کورس مامی بیشتر. و تو با مامی قهر کردی و اومدی خارج کشور؟ نه قهر که نه، مامی الان تو LA together زندگی میکنیم. هیچ مشکلی هم نداریم، خیلی کیر میکنه راجع به کارهای من، خیلی براش مهمه، انجوی میکنه. ولی اون موقع پاسپورتمو گرفت و مجبور شدم از راه زمینی بیام، همونطور که تو میدونی. یعنی قاچاقی، یعنی تو بدون پاسپورت از کشور خارج شدی؟ خب اگه اشکالی نداره بگو برای بینندگان ما که چجوری بود. خب خیلی دلم میخواد که همه بدونن که چقدر هنرمندا زحمت میکشن که بتونن هنرشون رو بدن بیرون. من اون موقع پاسپورت نداشتم و از طرف یه کسی که ترانزیت میکرد، راننده تریلی بود، تونستم که موف کنم به ترکیه. خب تو راننده تریلی شبای جاده نترسیدی؟ خب چرا، خیلی زیاد خیلی هم گفتن نکن نرو خطرناکه بلا سرت میارن و اینا، ولی خب من میخواستم که این کارو بکنم. میفهمم. و تو سالم و سلامت رسیدی این ور؟ خیلی هم ساده نبود. اصلا ساده نبود. البته راننده خیلی 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 آدم نایسی بود، خیلی خونگرم بود، ولی خب مجبور شد منو نزدیکای ترکیه پیاده کنه. یعنی تو پیاده اومدی برای من؟ پیاده که نه، اونجا خب به هر حال با چند تا جوونه خیلی خونگرم آشنا شدم. اونا بهم کمک کردن که بتونم از موقعیتش استفاده کنم که بتونم بیام. یعنی چند وقتم اونجا موندی و اینا؟ حتما بتونی رد شی. خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد طول کشید. تو چادر نگه می‌داشتن که بتونم رد شم. و خیلی حتما سخت گذشته اون شبا ها؟ سخت که نه، گفتم گفتم خیلی خونگرم بودن، خیلی کمکم کردن و فکر می‌کنم که از اینجا باید بهشون سلام کنم. های. خب ترکیه یک کشور غریبه، یک دختر تنها، چطور بود؟ ترکا خیلی خونگرمن، ترکا خیلی خیلی آدمای خونگرمن، مثل ما ایرانی ها میمونن. خب بسیار خوب. و رسیدی ترکیه و با همسر اولت آشنا شدی و آلبوم اول؟ دقیقاً آمیت. آمیت خیلی کمک کرد، کمک کرد آلبوم اولم رو دادم بیرون، کنسرت برگزار کرد، خیلی خیلی به من کمک کرد آمیت. خب به خاطر همین کمک ها بود که ازش جدا شدی؟ نه، من جوان بودم، خیلی جوان بودم و آمیت 90 سالش بود و فکر کنم که وقتی مرد سنشون میره بالا خب خونسرد میشن از برای آره. تو نمیتونی با یه آدم خونسرد زندگی کنی؟ هرگز. خب معلومه که نمیتونم، ولی خب به هم زنگ میزنیم، اول پارسی میکنیم. خب بگذاریم، رسیدم به امریکا، کار کردن روی آلبوم دوم، موفقیت عجیب کنسرت دبی و همه تو این شهر میگن تو مدارج ترقی رو خیلی زود طی کردی. خیلی لطف داری. خیلی زیاد. تو همیشه خود تو جز کسایی بودی که خیلی به من کمک کردی. ممنونم. خیلی لطف داشتی. ممنونم. خیلی خونگرم. ممنونم ممنونم. البته ما به همه جوونا سعی میکنیم کمک کنیم که تو این جریان بیافتن اینا. تلویزیون ما اصلا کلا اینطوری. از کنسرت دبی میگفتی، اونو بگو. کنسرت دبی باور نکردنی بود.
خودت میدونی 38 نفر تماشاچی داشتم. واو. و میگفتن حتی عربا اینقدر تماشاچی ندارن. حتی مدانا اومده بود اونجا و فقط 37 نفر تماشاچی داشت. باور میکنی؟ باور نکردنیه. خب سه ماه موندی بسی که دبی، درسته؟ چرا آخه؟ خب برای اینکه خیلی خیلی خونگرم بودن، خیلی کمک میکردن، آفر دادن که اونجا بمونم، زندگی کنم، تابع بشم. ولی من گفتم که خب ایدنتیتی، هویتم برام ایرانی مهمه. خیلی زیاد. بسیار خوب، بسیار خوب، آفرین. و این واقعا جای تشویق. اینو ولی بهت بگم که وقتی که من اونجا بودم خیلی میس کرده بودم وطنو و روز شماری میکردم برگردم و وقتی تو هواپیما نشستم احساس واقعا احساس کردم پر دارم اون لحظه و نشستی تو هواپیما و اومدی به ایران یا برگشتی ایران؟ نه هوم اینجا. اومدی اینجا برای اینجا دلت تنگ شده. امروز یک ایمیلی از ایران برام رسیده، خواهش میکنم به این دقت کنید. خانومی که تماس میگیری از من میخوای حقایق رو برملا کنم. خواهر من، هموطن من، برادر من، عزیز من، بی ناموس، بی شعوری که زنگ میزنه اینجا فحش میدی، هرچی لایق خودت و خانوادت به من میگی. به این ایمیل گوش کن، یه دختر 8 ساله فرستاده. من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمیزنم که. من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که. من نمیخوام رئیس جمهور بشم. نمیخوام رئیس مجلس بشم. من فوقش رئیس رادیو تلویزیون ملی ایران رو هم بدن من قانم. یه دختر 8 ساله این ایمیل رو فرستاده. عوضی که زنگ میزنی فوش. کجا بودم؟ بی شرف، وطن فروش، آشغالی که زنگ میزنی اینجا فوش میدی. این ایمیل رو یه دختر 8 ساله فرستاده. خواهر 8 ساله تو، هموطن 8 ساله تو، بی غیرت. گوش کن، این ایمیل رو نشون بدی. ایمیل رو نشون بده. خاک تو سرت با اون ایمیل نشون دادنت. برگرد. یه دختر 8 ساله ایرانی ایمیل رو برای من فرستاده. با قلبش، با قلمش، با روح پاک ایرونیش، با روح آریاییش این ایمیل رو فرستاده. میخوام دقت کنی. نوشته جیگر طلا، مگه من قرار نبود دیشب بیای تو چت روم؟ نه این نیست. بله همینه، دختر 8 ساله از ایران، از وطنم، از پاره تنم اینو نوشته. درود بر شما آقای بهرام آریایی عزیز. درود بر تو دخترم. آقای بهرام آریایی، ما در اینجا هیچ تفریحی نداریم، هیچ امیدی نداریم، هیچ خوشی نداریم. پس دلمان به کی خوش باشد جز به شما و کانال شما. پس اگر ممکنه از هر جور که می شود این کانال را حفظ کنید تا ما شما را ببینیم و آگاه باشیم، تا همه چی آزاد شود و ما خوش باشیم. این موهای تن من سیخ، مو به تن آدم سیخ میشه، اشک به چش آدم میاد. پوفیوز، زنگ میزنی فوش میدی، اینو یه دختر 8 ساله نوشته با روح پاکش. من اصلا کسی نیستم دخترم. در مقابل روح آریایی تو، عشق وطن تو، همه چی تو، من کسی نیستم. چرا فکر میکنید من اینجا سنگ خودم رو به سینه میزنم؟ چرا فکر من کار میکنم، من زحمت میکشم؟ تو و امثال تو دختر 8 ساله با روح آریایی خودت، با فکر آریایی خودت، با جسم آریایی خودت این کانال رو حفظ میکنید با 200,000 دلار. با 200,000 دلار این روح پاک آریایی، این کانالی که مال تو، حفظ میشه. ولی
منم بلدم گدایی کنم، حمال منم بلدم گدایی کنم، مثل این یارو حسنی بده بد بد پاشم برم ننمو بابامو میمیو کامیو رامیو همه رو بردارم ببرم تو اون حراج کده مال و جان و ناموس و کثافت تو دبی کنسرت بدم، پول جمع کنم. من گدایی نمی کنم، من برای وطنم به عشق وطنم و به هموطنم میفروشم. این آب ایرانه، عوضی این آب ایرانه، این خاک ایرانه، این خاک شمرون تهرانه. $1,000 این خاک پیچ شمرونه، $400 این خاک تهران پارس $870 من کار میکنم. این پرچم ایران دونه $1 باد ایرانم هست که تازه رسیده، این باد میدون آزادی $1,000 این باد دربنده $1,000 اینو از اون ور میاری. دو تا چیز دیگه هم هست، مسافری میرسه که از بقیه این بادا ارزون تره، اینا سه تاش $100 باد فتح، باد فتح ایرانی، باد فتح پاک آریایی، سه تا $100 جون. تلفن بعدی لطفا. سلام آدوش جون. سلام عزیزم جونم. آدوش جون من آرایش اروپایی خیلی دوست دارم. خب ولی آرایشگرم میگه به هم نمیاد. راست میگه؟ خب قربونت برم، من که شما رو نمیبینم که شما چاق یا لاغر؟ چاق که نیستم ولی یکم پرم. عزیزم ببینید ما پر نداریم خانم‌ها، یا چاقن یا لاغرن، ما پر نداریم. گوش میکنید، اگر چاقید به شما آرایش اروپایی نمیاد، آرایش اروپایی به صورت لاغر میاد، به شما مثل ایشون آرایش خلیجی میاد. خیلی ممنونم. خب خانوما و دختر خانوما دقت بکنین، ببینید ایشون چون صورتشون توپل هست در آرایش خلیجی در مد جدید، سایه های خطی بسیار مهم هست و بولگاری های گرد خیلی مده. خیلی دقت بکنید، ببینید من رو صورت ایشون بولگاری های گرد رو کار کردم و خیلی هم بهشون میاد. دقت بکنید، بر فراموش نکنید، برای اینکه دستتون بازتر باشه تو سایه ها میتونید انتهای ابرو حتما تیغ بزنید. خیلی ممنون. تلفن بعدی. سلام آدولف جون. سلام عزیزم. من برنامه شما رو خیلی دوست دارم. همه دوست دارن، قربونت برم. من خودم آرایشگاه دارم. خب خواستم بپرسم برای عروسایی که خیلی میرقصن چیکار کنم که آرایششون آخر شب پخش نشه؟ واه واه واه، عروس نباید زیاد برقصه، عروس که سر شب عروسی زیاد نمیرقصه، کار جلفیه. باید حتما آبروش بره، از آرایشش پخش بشه رو صورتش، جلو همه آبروش بره سر تخته بشوننش حتما. بله. یعنی کارش نمیشه کرد؟ کارش که نمیشه کرد، چرا؟ شوهرش باید از اون شوهره قدیه باشه، یه پس کتکش بزنه بعد که آدم بشه درست بشه دیگه. البته شما اگه میخواید اصلا پخش نشه باید سایه 24 ساعته استفاده بکنید، فراموش نکنید. سایه... میدنم ولی بازم پخش میشه. خب حتما زیرسازی نمی کنید، قربونت برم، آرایش بدون زیرسازی مثل توف سر بالا میمونه، سیخ برمیگرده تو چش آدم. مهم اینه که آرایش زیرسازی درست داشته باشه، زیرسازی از همه چیز مهمتره. خیلی ممنونم. خب دختر خانم دقت بکنی، دختر خانم دقت بکنی،
ببینید لبای ایشون رو ببینید، چون یک کمی زمخت هست من سایه رنگ روشن استفاده کردم که کوچیک‌تر دیده بشه. پس دقت کنید، فراموش نکنید، خیلی مسئله مهمیه. لبه که زمخته رو باید آرایش رنگ روشن داشته باشه. خیلی ممنونم، متشکرم. خب این دیگه تموم هست، فقط ما در پایان میرسیم به قسمت کرم مو برای این چیزا، که اگه ببینید ما متریال کم داشتیم، هنوز نرسیدیم، گفتیم یه کانتین بیارن از اوکلاهاما برامون، احتیاج زیاد احتیاج دارن. خیلی ممنون برای اپیلاسیوم، ما اول می‌خواستیم دکلوره کنیم ولی بعدن گفتیم اپیلاسیوم بهتره. خب خیلی ممنونم، خوشحال شدم عزیزم. سلام، امروز می‌خوایم شما رو با نسل سوم وسایل منزل آشنا کنیم. وسیله ایمن با کارکردی آسان و قیمتی باور نکردنی. این وسیله با کارکرد متفاوتی که داره میتونه زندگی شما رو آسون و زیبا بکنه. سلام ماریا. سلام جک. ماریا میدونم تو تعداد زیادی از این سانیا توی خونت داری. به ما بگو سانی چطوره؟ توی سالن پذیرایی سالی برای من یه گلدون زیبا و لوکسه و به خونم زینت می‌بخشه. توی آشپزخونه من از سانی به عنوان ظرف نگهداری ترشی، سیر، آب لیمو و حتی آب غوره استفاده میکنم. باورت نمیشه جک، من تمام ظرفای شیشه ای و پلاستیکم رو دور انداختم. آشپزخونم کلی خلوت شده. چه عالی؟ واقعا. و این تنها نیست، سانی بهترین دوست دخترم روزه و پسرم فرد با سانی به جنگ دشمناش میره. آه چه خوب. تازه هنوز همش رو نشنیدی، سانی بهترین دو خانمیاتیه که من و همسرم تا به حال داشتیم و بهترین آلت موسیقی برای روزهایی که مهمانی داریم. پس سانی یک وسیله خانه، یک خدمتکار، یک پرستار و یک پیام‌آور شادی در مهمونی‌های شما و یک همراه همیشگیه. سانی یه قلک حرفه‌ایه. بله بله، حالا میفهمم چرا به این وسیله میگن جادوی نسل سوم منزل. سانی انقلاب بزرگی در ورزش زیبایی اندام پدید آورده. سانی خیلی خوبه، نمیپوسه، نمیشکنه، خط و خش بر نمیداره، یخ نمیزنه. در حرکات ورزشی که با سانی انجام میدی 486 عضله شما به طور کامل فعالیت میکنه. فوق‌العاده است. سانی تو رو هیچ وقت تنها نمیذاره. این شما و اینم سانی هزار کاره. عزیز دلم قربونت برم، غذاره که گوشت قرمز خوشمزشته میکنه. پس چی درست کنم به چش شوهرم بیا؟ بادمجون. دقیقا بادمجون، سه بخشه، بادمجون مرغ، بادمجون خورشت، بادمجون ورقه، بادمجون نمیدونم، بادمجون کبابی. من عاشق بادمجونم قربونت برم. آره فکر میکنی خوشش بیاد اینطوری؟ کیه که بدش بیاد از بادمجون، همه خوششون میاد مگه نه؟ عسل جون تو چی درست میکنی واسه کامبیز؟ وا خدا پدرتو بیا مرزهوری جون، من خیلی وقت از کامبیز جدا شدم. الهی که بمیری، برای چی جدا شدی پسر تفتی؟ کجاش تفلی بود هوری جون، اصلا مرد نبود که، مردم مردای قدیم. شوهر اولا وقتی عصبانی میشد چنان میزد توی گوشم که قهرمان گردش میشدم. ولی خب این کامبیز خیلی فوفول بود تفلی، فکرشو بکن. خب حتماً همش میگفت ازت میترسم. خب بله معلومه که ازت میترسم، منم از تو میترسم. وای بالا که اون 18 سالش بود. یخ کنی هوری جون. آره. خب تلفن داریم، بفرمایید. هوری عسل جون. سلام عسل جون. سلام عزیز دلم جونم. من میخواستم از هوری جون خواهش کنم با اون بیان قشنگشون برام یه فال بگیرن. حتما عزیز دلم حتما. اگه حضرت حافظ الان اینجا بود خیلی افتخار میکرد که ما چقدر دوستش داریم. به 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 به، ببین چه شعری برات در اومده، حتما حافظ خیلی دوستت داره. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ببین عزیزم، سالها دل طلب جام جم از مامی کرد، یعنی که تو دلت برای مامی تنگ شده عزیزم. بله هوری جان، مادرم ماه پیش فوت کردن. آخه خدا رحمتشون کنه. بله. و این که میگه وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، وانچه رو اینجا ذکر نکرده که یعنی چی، منظورشو نمیدونم یعنی چی، ولی من فکر میکنم وانچه غذاییه که قدیما مامانم میپختن. مامانت میگه که، یعنی حافظ میگه که وقتی که وانچه مامی هست تو چرا میگه سراغ بیگانه؟ آره عزیز دلم. بله حق با شماست. نزن برش کردون. مربعی هر انقلابی سه زل داره، اعتصاب، اغتشاش. برو ببینم همین یکی چی کار میکنی، خوب انجام میدی یا نه. تندر هستم، نخست وزیر بلقوه ایران، بفرمایید. آقای تندر درود بر شما، بفرمایید. خاک بر سر شما.
30 سال نشستین اون سر دنیا، کافه و بارتون رفتین آقا، کابالتون رفتین، قماربازیتون کردین، عشق و حالتون آقا کردین، تریاکتون کشیدین، فسق و فجوراتون کردین، علق و کبابتون خوردین، تموم شد آقا، حالا واسه ما نسخه میپیچید. بله عزیز من، از فرصتی که در اختیار میذارم برای تشویش اسرار عمومی استفاده نکن. تهمت نزن، دروغ نگو. من 40 سال کباب نخوردم، 40 سال که لب گوشت قرمز نزدم. لطفا تماس میگیرید تهمت نزنید. من یه فکس براتون بخونم. نوشته که درود بر شما جناب تندر. درود بر تو عزیزم. بی پدر مادر عوضی دیوانه آشغالی بی منطق. نه اصلا من بی منطق نیستم. تندر هستم، نخست وزیر بلقوه ایران. بفرمید. آقای تندر درود بر شما. درود بر شما جناب، بفرمایید. آقای تندر یه ایران اویتر روی تموم در و دیوارا اسم شما رو نوشتن، همه جا حرف شماست، تو استادیومای ورزشی شعار میدن شیر سماور آقای تندر. میدونستم، ممنونم. من یه همچین روزایی رو پیش بینی میکردم. فقط خواهشم مواظب خودتون باشین، از چش زخم و چش شور خودتون رو در امان نگهدارید. حتما. مادر من سفارش کرده اگه براتون ممکنه یه گرم تریاک با چند تا تارموی یه زن بدکاره و مدفوع بچه حرومزاده و اسفند و پوست پیاز حتما امشب از خودتون دود کنین. آخه عزیز من قربونت برم، تو این نصف شبی من اسفند و پوست پیاز از کجا پیدا؟ آخر هفته رو کجایی کتی جون؟ آخر هفته ویکند دوستان عزیز، خیلی چه زندگی مهمه که آدم ویکندشو کجا بگذرونه و من الی هستم در کنار شما با شما، ولی دوستانی دارم که نیستن در کنار ما. تو کجا میری عزیزم؟ ریلی؟ یعنی نمیای بریم لاس؟ واو لاس ویگس، ایتس سو نایس، ایتس سو گود. از همینجا به نیلوفر پدرام همه دوستایی که دارم اونجا سلام میکنم، ولی نه من همینجا هستم در خدمت شما و خیلی دوست دارم که باهاتون برنامه اجرا کنم. بله Yesterday. Wow, congratulations for you. It's so nice. شما ویکند کجا میرین؟ نمیدونم. خب یه خط بگیریم. خط بگیریم. بله عزیزم، خط میگیریم. روی ای هستین؟ بفرمایید. الو. الو سلام علیکم. سلام. الو. جانم صدای تلویزیون تو رو کم کنید. Turn it down so we can hear you. بیتی و کتی؟ Yes, بیتی و کتی. با آهنگای درخواستیه بیتی و کتی هستیم. بفرمایید. الو. جانم میاد، صدای شما میاد. ما بیشتر. سلام علیکم. سلام عزیزم. چه خوشگل شدی امشب. آهنگ چه خوشگل شدی امشب و براتون پخش میکنیم. بله آهنگ چه خوشگل شدی امشب. نه میگم خودت چه خوشگل شدی امشب. مرسی. من یه کتی جفتتون. You're so nice. مرسی عزیزم. چه آهنگی دوستای براتون پخش بکنم؟ من آهنگ بلا، دختر بلا. دختر بلا داریم؟ میدونم. الان آهنگ بلا رو براتون پخش میکنی؟ اوه ده بلا، اون بلایی هست. ما برای شما آهنگ، برای کسی میخوایی تقدیم بکنید؟ نه به خودتون تقدیم میکنم، به شما دوتا خوشگله. به خودمون، ممنونم. شما از کجا زنگ میزنی؟ من از هامبورگ. از هامبورگ زنگ میزنی. بله اسمتون؟ من اسمم جماله، جمال از هامبورگ. اوکی جمال، we are gonna show you بلا. الان آهنگ بلا، ای بلا دختر مردم. میشه بتی رو آهنگ برام برقصه یه ذره آر کنم؟ اجازه بده آهنگو پخش کنیم، منم میرقصم. بله عزیزم، گوش میکنیم. بله ای گل نیلوفرم
دل داغون خودم، بلا شیطون خودم، دشمنه جون خودم، قربونه خوشگلیات، دل داغون خودم، آخ دل داغون خودم. درود باش. درود بر شما. درود بر شما. سوال بعدی من اینه، رهیافت شما برای رسیدن به آزادی و جون گرفتن پایه‌های دموکراسی چی هست؟ یه جوری جواب بدین که اسپانسر ما هم دیده بشه. بله حتما. بنده در چند جمله کوتاه میتونم بعدون خلاصه بکنم این قضیه رو، که افزایش طول نارضایتی‌های مدنی، برطرف کردن ناتوانی‌های جسمی فعالان سیاسی. درود بر شما. تحرک بیشتر جنبش‌های مدنی به وسیله اسپانسر ویبراتور. تعرق داشته باشید. میشه یه مقدار مسئله رو بهش گفت که اسپانسر هم بهتر دیده بشه؟ خب بله مسلمان، هر چی شما این پارادایم های فکریتون به هر حال بیشتر باشه، شما مناسبات اجتماعیتون هم خیلی بهتر خواهد بود، بعد در واقع بهتره که از اون طرف هم مردم یه دفعه وارد صحنه نشن، خرد خرد بیان. یعنی خردش بهتره. نتیجهش درود بر شما. یوهی نه. درود بر شما. درود بر شما. یوهی نه، نتیجهش خراب میشه. درسته. حالا خیلی ها تماس میگیرم، میگن که طرف مقابلم نشسته، یه مخالفتی، یه ممانعتی هست. به هر حال جواب اونا رو چی میدی؟ چیز مسلمی دی. شما مسلمه که وقتی از جمله بزرگ کننده وقتی داری شما استفاده میکنی، طرف که نمیشه که نگاه بکنه شما رو، که اونم مسلمه میاد سف کننده نهاد اجتماعی از اون طرف فعالان سیاسی تو برد میارید و شما فقط تنهاش اینه که شما بیاد شروع بکنید از هر طرف که بیاد نزدین اصلا طرف تکون بکنه مسلم اون مسلمه. درود بر شما. به نظر شما در نهایت این جنلاغری دموکراسی بر قامت ایران میشینه یا خیر؟ درود بر شما. درود. خب مسلم بر اگر شما دادین چربی سوزهای سنفی اجتماعی استفاده بکنید، قطعا نتیجه خواهد داد و کاملا درود بر شما. درود بر شما. این افزایش طول مبارزات دائمی خواهد بود. درود بر شما. درود بر شما. سوال بسیار خوبی بود. شما اگر از این کارشناسان مجرب دموکراسی آزادی بردارین از اینا استفاده بکنید، قطعا نتیجه خواهد داد و من به شما قول میدم که تا سال آینده نتیجه خواهد گرفت و هیچ شلوغ بکنن. درود بر شما. در نهایت راه حل نظامی رو پیشنهاد میکنید یا خیر؟ بنده به هیچ وجه راه حل نظامی پیشنهاد نمیکنم، فقط راه حل گیاهی. مرتی که گامیش زنگ زده، هدف شما از این شبکه چیه؟ یا من باید جواب منطقی بهش بدم یا اونجوری که لیاقتشه باش حرف بزنم؟ بی پدر مادر، من که میدونم تو از طرف کی زنگ میزنی، به کجا وصلی. این شبکه رو واسه اوشکولای مثل تو را انداختم که این خر تو گل موندن نمیدونن چه بخورن. فهمیدی؟ این جوابیه که لیاقتشو داری. جواب منطقیش هم اینه که این شبکه رو انداختم با احمد آشناشم، عوضی مزدور. تو آدمی که من جواب تو منطقی بدم، هم مال اصحاب آدم خورد کنه. لیوان آب بده من، بیا رو خطی بیا. درود بر شما مرد بزرگوار مبارز. بنال با وقت نرم. من تماس گرفتم بگم که متاسفانه اینجا در داخل خیلی ها مشغول تخریب چهره موجه و دوست داشتنی شما هستند و سعی میکنن مبارزات مستمر و فداکارانه شما رو با شایعه سازی لوس کنن. چه؟ این آدم حرف بزنی چی میگی؟ حرف مفت میزنن پشت سرتون، میگن فلانی دکون باز کرده و چه میدونم انقدر وجود نداره که قیافشو نشون بده و اینجا هندونه فروش بوده و حالا رفته اونجا برای ما مبارز سیاسی شده و از این مزخرفات. میخورم با تو و ارباب پدر نداشتشو میخندم با تو. ببخشید سوء تفاهم شده، من طرفدار شما. تو به جهیزیه ننت خندیدی طرف من و اصلا طرف نرم. چه سفر پاچه خواه، هندونه فروشم خر کوچیکته. آبدا من اصابه رو خورد بکنم. بگو رو خطی بعدی. الو جونم. الو جونم. الو جانم بگو. میتونم صحبت کنم؟ زهرتو بزن. درود بر شما. من تلفن قبلی رو شنیدم، میخواستم بگم که شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنین. اینایی که زنگ میزنن این حرفای نابرموتو به شما میگن، کاملا مشخص از طرف کی و برای چی تماس میگیرن. شما نگران نباشی، ما با شماییم. تو غلط کردی با منی، همینم بوده تو ضعیفه من دفاع کنی. من میدونم هنوز شما از طرف تماس قبلی ناراحت هستین، به هر حال خیلی بد با شما صحبت کرد. اوشکول به تو، چه دوتا مرد گنده دارن به هم فرش میدن، تو این وسط چی میگی ریغونه؟
از شما واقعا بعیده با من اینطوری صحبت کنین. مردان و زنان بزرگ آرزوهای بزرگ دارند، خواستهای بزرگ. شما در زندگی به جایی نمی رسید، موفقیتی کسب نمی کنید و پلی از شکست به سوی پیروزی نمی زنید مگر با تفکر مثبت. مگر هدایت درون و ناخودآگاهتون. نمیشه، نمیتونم و نمیکنم رو از ادبیات ذهنتون پاک کنید. سینه جلو، با صدای رسا، با قدرت بگید میشود، میتوانم و میکنم. این خوشبختی است. در این سیدی هایی که از من توی بازار هست زیر برنامه داره میره، من راه و رسم خوشبختی رو در اونجا کامل برای شما شرح داد. فقط دوستان توجه داشته باشید، این یک نرم افزار خوشبختی است، فقط خواهشم این است که اصل این سیدی ها رو تهیه کنید، چون طبق تحقیقات انجام شده ثابت کردن که کپی این سیدی ها به اندازه کافی خوشبخت کننده نیستند. یک خط میگیریم. جانم، دکتر شادزی هستم، با برنامه در راه خوشبختی رو خط هستید. سلام ای دکتر. جانم، دستم به دامنتون اگه ممکنه به دادم برسیم. هیچ کس به جز خود شما نمیتونه به دادت برسه، این رو فراموش نکن جانم. پدرم داره میمیره آقای دکتر. همه دکترها جوابش کردن، نمیدونم واقعا چه خاکی باید به سرم برسم. معلومه که میمیره، پدرت باید بمیره، برای اینکه این همه انرژی منفی داری به سمتش ساطع میکنی. اول گفتی پدرم داره میمیره، این یکی. دوم گفتی که دکترها جوابش کردن، این دوتا. سوم گفتی چه خاکی بر سرم بریزه. گوش میدم. بله. چی کار کنم آقای دکتر؟ سی دی من رو براشون گذاشتید؟ بله بله. نه. حالش نه. خیلی بد. نه نه. یا نذاشتی یا کم گذاشتی یا بد گذاشتی. بله. حالا کاری میکنیم. پدرت رو بغل کن. الان تو بغلم. تو بغلته؟ بله آقای دکتر. هرچی میگم تکرار کن. چشم. تو خوب میشی. تو خوب میشی. تو بهبود میابی. تو از زیبایی ها و مواهب زندگی لذت ببری. تو بهبود میابی. تو از زیبایی ها و مواهب زندگی لذت ببری. من به بیماری دستور میدم تا از وجودت خارج بشه. صدای تلویزیون تو کم کن. بله چشم. من به بیماری دستور میدم تا از وجودت خارج بشه. بگو فشار داری میدی؟ بله بله. فشار بده. دارم فشار, فشار میدم. من به بیماری دستور میدم تا از وجودت خارج بگو. من به بیماری دستور میدم تا از وجود خارج بشه. حالا سفت فشار بده پدر. سفت فشار بده پدر رو. کاملا دارم فشارش میدم. بهتره الان؟ الان بهتر شد؟ بهتره؟ خیلی فشار دارم میدم. خب حالا انرژی مثبت بهش عشق ببرد. چجوری؟ بگو دوستت دارم. بگو فشار بده، بگو دوستت دارم. دوستت دارم. محکم بگو حرفتو. بگو دوستت دارم با صدای رسا. دوستت دارم. قربونت برم پدرم. قربونت برم پدرم. با صدای بلند بخند و بگو انرژی مثبت بده. بخند و بگو دوستت دارم پدر. دوستت دارم. قربونت برم. فشار بیشتر و بلندتر. دارم فشارش میدم. قربونت برم. باید چرا فشارش دارم بیشتر. میدم. بیشتر. بیشتر فشار. یه نوه دیگه بذار فشار. چطورن پدر الان چطور؟ قربونت برم. آی دکتر. پدرم مرد. بازم فشارش بدم. خب نه 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 الان دیگه فشار ندارم. فشار دیگه. برنامه عوض شد. ببین اثر تلویزیون. یه فشار. نه نه. ببین اثر تلویزیون منو ببین. شما الان باید با صدای بلند گریه کنی تا در واقع مصیبت رو از مرحله ناباوری به مرحله خودباوری
ارتقا بدی. اما دوست من فراموش نکن که هنوز زندگی هست، گل هست، زنبور هست، زیبایی هست، جقجقه هست، همه چیز. بعد از ما همه چیز هست. این رو باید بپذیری و باورش کنی. ما یک پکیج خوشبختی پستی هم داریم که اگه نتونستید در تور خوشبختی ما شرکت کنید به ما میگید و این در واقع پکیج پستی رو دریافت میکنید. دوست دیگری ایمیل فرستادند، نوشتن محبت هایی که به من ابراز کردید و این که زندگیشون بعد از کلاس های من دگرگون شده، احتمالاً خانومی هستن. آخر سر هم پرسیدن که فرزندی دارم چند ماهه، چطور او رو در مسیر خوشبختی قرار بدم؟ ببین عزیزم، روزی چند بار با عشق میندازیش بالا، میگویی که پسر من ماشالله خوشبخت میشه ایشالله، و بعد میگیریش با قدرت. فقط به این نکته توجه کن، تو مسیری که بچه هست باید جمله رو کامل بگی، بعد بگیریش. یعنی میندازین بالا، میگی پسر من ماشالله خوشبخت میشه ایشالله، بعد میگیریش. یعنی این خیلی مهم هست. این نجوای سهرامیز خوشبختی در ضمیر ناخودآگاه این طفل حک میشه. زندگی هست، گل هست، زیبایی هست، ما هستیم، با قدرت هستیم. یک مجموعه کتاب دارم که اینها رو الان خدمتتون معرفی میکنم. یک میان برنامه ببینید. گوهری که از صدف کون مکان بیرون بود، مدد از گمشدگان لب دریا میکرد. ببین اسم چی بود؟ شهلا جون. خب حالا فرق نمیکنه شهلا جون، یا میگه که صدف، یعنی اصل جون میخوای کون و من تفسیر کنم مکان تو؟ کاملا موافقم عزیزم. ببین جون مادرتون یکی زنگ بزنه این جوابو بگه دیگه. نفهمیدی؟ خیلی ساده است. تمو دار. من برای حیات این شبکه که روح آریایی توشه به مامانم رو زدم، اونم با روی باز قبول کرد. مامانم 20,000 دلار. مامانم فقط 20,000 دلار. چه صافت. همه راست میگن،